همین قضاوت‌های عجولانه و غلط از آیات اینجوریه که بعضیا میپندارن مسیحیت سه خدا داره و سه خدای جداگانه را میپرستند و باور دارند. عزیزان توجه بفرمایید، در مسیحیت تنها یک خدا وجود داره. در فرصت‌های آینده راجع به این موه هم به تفصیل با هم صحبت خواهیم کرد. در آیه خدا او را خداوند و مسیح تعیین فرموده بود، یعنی اینکه خدا خودش در قبل توسط پیامبرانی به یهودیان و کلن مردم جهان آن زمان گفته بود که عیسی خواهد آمد که در واقع همان خدای واحد می باشه. این به معنای خدای دوم نیست، بلکه برعکس، این به معنای قدرت مطلق و فروتنی مطلقیه که خداوند در حق ما داشت که به شکل عیسی مسیح در بیاد. در انجیل یوحنا 1 و آیات 3 و 4 راجع به عیسی مسیح می‌خوانیم که هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که او نیافریده باشد. زندگی جاوید در اوست و این زندگی به تمام مردم نور می‌بخشد. آمین. دوستان، یکی از مهمترین خصوصیات و صفات خداوند اینه که ما او را خالق هستی می دونیم. خدای یکتا و قادر مطلق ما جهان و هرچه در اون می باشه را خلق کرده. حال دیدیم که کتاب مقدس به ما میگه که هرچه هست به وسیله او آفریده شده و چیزی نیست که او آن را نیافریده باشه. پس این آیه به خوبی و روشنی تمام به ما ثابت می کنه که عیسی مسیح در واقع همان آفریننده جهانه و هرچه که درانه. این یک دلیل بسیار قوی و روشن از قدرت خداوندی و الوهیت عیسی مسیح. از دیگر آیاتی که به خوبی الوهیت عیسی مسیح را برای ما به تصویر می‌کشند می‌تونیم در کولوسیان فصل 1 و آیه 10 می‌باشه. عیسی مسیح در این قسمت از کتاب مقدس برای ما اینطور معرفی شده. این قسمت از کلام خدا می‌فرماید: مسیح چهره دیدنی خدای نادیده است. او فرزند خداست و بر تمام موجودات برتری دارد. در واقع تمام هستی به وسیله عیسی مسیح به وجود آمد. یعنی هر آنچه در آسمان و بر زمین است، دیدنی و نادیدنی، عالم روحانی با فرمانروایان و تاج و تخت ایشان و فرماندهان و بزرگانشان، همه به وسیله مسیح و برای جلال او آفریده شدند. پیش از آن که چیزی به وجود آید، او وجود داشت و قدرت اوست که عالم هستی را حفظ می کند. آمین. دوستان، این قسمت از کلام خدا که خدمتتون قرائت کردم به خوبی تمام غرایز مرا به طور خلاصه بازگو می کنه. عیسی مسیح آفریننده هر آنچه در آسمان و بر زمین است. در مورد قدرت خداوندی عیسی مسیح در آسمان در اول پتروس 3 آیه 20 کلام خداوند به ما میگوید: اکنون مسیح در آسمان است و در مقام رفیع در دست راست خدا نشسته است و تمام فرشتگان و قدرت‌های آسمان در برابر او تعظیم می‌کنند و تحت فرمان او می‌باشند. آمین. خدا را شکر. توجه داشته باشید، در دست راست نشستن خداوند در این آیه اشاره به اینه که عیسی مسیح قدرت و حکمیت کامل بر تمام جهان و هرچه در آن است را دارا می باشه. عزیزان، خب امیدوارم که مطالبی که شنیدی تونسته باشه تا اندازه شخصیت الهی عیسی مسیح را برای شما توضیح داده باشه. رمز و شگرفی ظهور خداوند در بدن انسانی
البته که برای ما با ظرفیت فکری انسانیمون بسیار پرشکوهه، اما باید همواره به یاد داشته باشیم که خداوند ما قادر به هر کاری هست. خداوندی که خود انسان را آفریده حتما قادره که خود به شکل انسانی برای انجام مقصودی ظاهر بشه. سوال اصلی این نیست که چگونه ممکنه، سوال اصلی اینه که ما عیسی مسیح را کی میدونیم. به حد کافی راجع به او و محبتش و کار عظیمش برای ما بر روی صلیب در اناجیل آورده شده. این برای ما دیگه عذری باقی نمیگذاره که از عیسی مسیح به حد کافی نشنیده و ندونیم. امروز روزی است که میتونیم او را به عنوان منجی و نجات دهنده خودمون بر بگزینیم. عیسی مسیح به لطف و مهربانی در انجیل متی 11 آیه 26 میفرماید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش گیرید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید. آمین. خدا را شکر. دوست عزیز، از خود این سؤال را بپرسید که با قبول عیسی مسیح چه چیزی را از دست خواهم داد؟ جواب درست اینه که بار گناهان خودتون را و رهایی از یوغ سنگین گناهان و خطاهایتان. و باز از خودتون سوال کنید با ایمان به عیسی مسیح چه چیزی عایدم می شود؟ جواب اینه که آرامش الهی واقعی، شفای روحهای خسته و شادمانی واقعی درونی در این جهان و رستگاری و حیات ابدی بعد از مرگ ما. عزیزان شنونده، به پایان وقت برنامه این هفته نزدیک می شویم. از شما بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی فرمودید. دوستان گرامی، چنانچه مایل می باشید تا مجدداً این برنامه و یا مجموعه کامل برنامه های ما را بشنوید، لطفاً از وبسایت ما در radioaramesh.org دیدن بفرمایید. همچنین چنانچه شما احتیاج به همدردی و دعا برای موردی دارید، لطفاً با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. تا گفتگوی دیگر، فیض و آرامش خداوند با شما باشد.